همزمان با صدور احکام اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی، گروه فراجنایی اکو ایران در برلین همزمان با بیش از 30 شهر جهان انعکاس صدای دادخواهی زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی شدند و فریاد نه به جمهوری اسلامی و نه به اعدام سر دادند. امروز ما در برلین در مقابل دفتر پارلمان اروپا هماهنگ با بیش از 30 شهر دنیا به خیابون اومدیم. فراخوان این تجمعات از طرف شبکه جهانی زن زندگی آزادی داده شده. این شبکه متشکل هست از گروه‌های بسیار زیادی که فراجناهی هستند و در راستای رسوندن صدای مردم ایران به گوش جهانیان دارن کار میکنن و ما در اعتراض به این احکام و این جنایات وحشیانه از طرف حکومت امروز به خیابون اومدیم تا بگیم که ما در خیابون خواهیم ماند، در کنار مردم ایران خواهیم ماند و خیابان رو ترک نخواهیم. ما امروز اینجا جمع شدیم که اعدام‌های صورت گرفته و احکامی که صادر شده جدیداً از جمله برای توماج صالحی، مجاهد کوهپور و افراد دیگر رو محکوم کنیم و من روی صحبتم با علی خامنه‌ایه که توماج صالحی، نرگس محمدی و افراد دیگه آرمان هستن و آرمان ها زده گلولن و تو نمیتونی اونها رو از بین ببری و در آخرم میخوام یکی از آهنگ های خود توماج رو بهش تقدیم بکنم، امیدوارم که بشنوه. گذر ظالم به دادگاه مظلوم میفته، چوب انتقام کلفته. در هفته های گذشته نام های توماج، عباس، رضا مجاهد، محمود و اسامی موسوم به بچه های اکباتان در خیابان های اروپا فریاد زده شد تا رای باشد برای دخالت سران اروپایی و توقف حکم های اعدام. ما دوباره به خیابون برگشتیم که صدای محکومین به اعدام در ایران باشیم. شب گذشته هم خانم پروین موسوی رو جمهوری اسلامی اعدامش کرد که امیدوارم روزی رو ببینیم که جمهوری اسلامی از وطن ما ایران بره و دیگه شاهد احکام اعدام نباشیم و اگر ما فریاد محکومین به اعدام نباشیم هیچ کس دیگه ای صدای پاره های تن ایران رو نخواهد شنید. امیدوارم که ایرانیان در سر تا سر جهان فریاد محکومین به اعدام بشن و به خیابون ها برگردن. متاسفانه روابط اقتصادی و سیاسی اروپایی از جمله آلمانی ها همیشه بزرگترین مانعی بوده که اونها بتونن به وظایف اساسی خودشون در رابطه با مسئله نقض حقوق بشر در ایران اعتراضات جدی بکنن. اما این باعث نمیشه که ما ایرانی ها نسبت به این مسئله بی‌توجه بشیم. ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. به همین خاطر با صدور احکام جدید اعدام علیه بسیاری از زندانیان سیاسی و معترضین جنبش زن زندگی آزادی این شرایط رو به ما به هر حال تحمیل میکنه، حتی به عبارتی که ما وظیفه خودمون انجام بدیم نسبت به این جنایاتی که حکومت اسلامی ایران در طی 45 سال گذشته انجام داده و داره ادامه میده اعتراض خودمون رو بکنیم. جنبش زن زندگی آزادی، مخالفان حکومت ایران و فعالان سیاسی تلاش می‌کنند انعکاس صدای مردم ایران باشند. در تازه‌ترین اقدام شماری از فعالان سیاسی آلمان همزمان با صدور احکام اعدام برای توماج صالحی و محمود مهرابی، دو زندانی سیاسی خواهان پایان بخشیدن خواهرخواندگی شهر فرایبورگ در آلمان با اصفهان شدند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، برلین.